با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، 22 ماه جون. حوادث بسیاری در تاریخ در 22 ماه جون افتاده است که در یکی از این برنامه ها حتما به اونا خواهم پرداخت. من جمله حمله ارتش آلمان هست به روسیه و حمله ناپلئون و حوادث خیلی مهم دیگر. در روزهای جمعه به مدت یک ساعت نیم خدمت شما دوستان هستیم و معمولا با آقای عرصی صحبت میکنیم. امشب ایشان البته نیستن، من در خدمتون هستم. دوستان خواستن که ما از اشعار مدرن ایران هم بخوانیم. این است که آغاز میکنیم با دیوان شریف، دیوان که نه، مجموعه شعر سیمین، بانوی بزرگ سخن و بانوی بزرگ آزادی، خانم سیمینی بهبهانی. این مجموعه شعر رو خودشون به مخلص در سال در ماه جون 2004 به من مرحمت کردن. کتاب رو باز میکنم و از سیمین بزرگ که امروز واقعا گرفتار هست، اگر بگوییم در حصر خانگی اشتباه نکردیم، که یک بانوی رو در این سن و سال این رژیم خوناشام ارتجاعی گذرنامه نداده، گذرنامه ایشان رو گرفته. یعنی ایشون از همه چیز دچار ترس هست این رژیم، از جسد کسایی، از سفر سیمین، از همه چیز دچار وحشت هست. از بس این رژیم منحوس توهی شده، یک پوسته بیرونی باقی مانده و از درون خالی شده، از حمایت مردمی خالی است و به ضرب چوب و چماق ایستاده. باری از امروز عرض می کنم که از مجموعه اشعار سیمین بهبهانی در هر جلسه قطعی خدمتتون می خونم. کتاب رو باز کردم، در صفحه 307 نشان پا عنوان این شعر هست. میگوید به دشت خاطر سردم نشان پایی چند، خبر دهد که دلی بود و دل ربایی چند. کتاب هستی ما را مخون که در اون نیست به غیر شکوه جانسوز ماجرایی چند. حکایتیست ز آغوش و بوسه و لب کش، به کارنامه ما هست اگر خطایی چند. ز دوستی که در او بسته ایم دل همه عمر، چه دیده ایم به جز رنگی و ریایی چند. ز جرعه نوشی خود نیستم خجل که تو را نه حاجت است به پرهیز پارسایی چند. درید دامن و آلود جان و بی آزرم، شدم اسیر تمنای بی وفایی چند. وفا و ساده دلی عشق و ناشکیبایی، سرشته شد گل من با چنین بلایی چند. ز جستجوی حقیقت به خاطر سیمین نمانده جز عجبی چند و جز چرایی چند. بانو سیمین بهبهانی، زندانی آخوندهای محترم. عرض کنم در اخبار امروز یکی دو مورد بود قابل توجه. یکی اون که دو جت F4 ترکیه بر فراز مدیترانه حرکت میکردن، گویا در حوزه هوایی سوریه آمدن. یکی از این جت ها سرنگون شده و این دامن زده به اختلافات بین سوریه و ترکیه، و حالا معلوم نیست که این جواب ترکیه در این ارتباط چه باشد، که مشغول تحقیق هستن و خلبان‌های این در واقع هواپیما هم در روی دریا فرود آمدن، هیچ اثری از آنها در دست نیست. یکی هم در مصر، ارتش مصر اعلام کرده است که این، عرض کنم که اخوان المسلمین تقلب کردن در انتخابات و خود رو به چاپخانه دولتی رساندن، 1,000,000 رای چاپ کردن و در صندوق‌ها ریختن. و در واقع امروز ارتش مصر ایستاده در مقابل این انتخابات، ببینیم حالا نتیجه چگونه است، چون هر دو سو اعلام پیروزی کردن در این ماجرا. یکی اخوان مسلمین هست و طرف مقابل ارتش هم ایستاده و در واقع سهمی از قدرت میخواد و ایستاده. اینجا در واقع
ضمن این که ممکن است یک کودتا تصور بشود، اما این شخصیت و بزرگی ارتش مصر را هم نشان می‌دهد. حالا بایستی واقعا تحقیق کردید که این صد راه دموکراسی شده در مصر یا ماجرا چگونه است در پس پرده، ما نمی‌دانیم. این هم دو موضوع بود خدمت شما. و موضوع دیگری که هست این است که بعض هموطنان میگویند یا گفتند در این سایت ها که این مشیری هم عجب دیکتاتوریست و اینها با قاطعیت حرف میزنه، شک و تردید نداره در حرفاش. اینها ما سخنانی که گفتیم در این 10-20 سال خدمت شما، حالا نمیدونم 10-12 سالی است در این تلویزیون ها، قبلش هم در این سمینار ها بوده و نشست ها بوده و سخنرانی ها بوده و اینا، چند چیز هست. خیلی مطلب ساده است. اول اون که این سرزمین ایران متعلق به این مردم هست، ایران ملک مشاع مردم ایران هست. یعنی فرض کنید که یک آذربایجانی بر همه ملک این مملکت مالکیت دارد، همچنان که یک ایرانی اهل بندر عباس سراوان حاکم بر این سرزمین. این سرزمین متعلق به مردم هست، متعلق به مردم هست. این اصل اول. اصل دوم اون که چون این سرزمین متعلق به این مردم، مدیریت این سرزمین هم حکومتش باز متعلق به این مردم هست. ما در این نه شکی داریم و نه تردیدی داریم، نه جایی برای تردید هست و نه جایی برای منومن هست. این سرزمین ایران متعلق به مردم ایران، حاکمیتش متعلق به مردم ایران، و این گرفتاری هایی که ما باش در دست به گریبان هستیم در این 100 سال گذشته، در واقع آرزوی آزادی و نبود آزادی بوده و این مستبدین یکی پس از دیگری از هم بدتر بودن. میخوام به شما این رو با قاطعیت عرض کنم، هیچ نتیجه از استبداد نتیجه هیچ کشوری نمیشود در عصر جدید. حالا روزگار قدیم همش استبداد بوده، شیوه دیگری از حکومت نبوده، راه جدیدی بر انسان گشوده نبوده، موضوع دموکراسی و نمیدونم پارلمان و قانونگرایی و حقوق بشر و اینها که مطرح نبوده قبل از قرن 18. بنابراین همه حکومت‌های جهان در به طریق استبدادی بوده، البته شدت و حدتش کم و زیاد بوده. در این تاریخ گذشته ما هم همچنین بوده، اما در بین این عرض کنم کسانی که صاحبان قدرت بودن، آدم های درخشان و بزرگ هم زیاد در تاریخ ما بوده. نمونهش بارها عرض کردم شاه عباس کبیر بوده، مثل عرض میکنم، و بسیار کسان دیگری بودن، استبدادهای بد هم بوده. اما در این دوره که مردم ما به حقوق خودشون واقف شدن و این داستان که این مملکت متعلق به دیکتاتور نیست واقف شدن و بر پای خواستن و دو انقلاب برای آزادی کردن، دیگه موضوع استبداد خیلی چیز مسخره ایست واقعا. یعنی جز فساد چیزی از استبداد بیرون نمی. و متاسفانه در این عصر مشروطه به این سو هرچی کوشش شد به هوا و هدر رفت و این آدم های مستبد آمدن حقوق مردم رو خوردن و به خودشون متعلق کرد. یاغی های اصلی اینا بودن، میگوین دادشاه یاغی. حالا باید ببینیم دادشاه چرا به کون زد. یاغی واقعی در مرکز حکومت بودن، یاغی اونهایی بودن که قانون مملکت رو میشکستن. مگر یاغیگری جز قانون شکستن هست؟ یکی یه بزی میدوزید از سر جاندارا میزد به کون، میگفتن یاغی شد. یعنی یه قانون رو زیر پا گذاشته بود، اما اون کسی که قانون اساسی مملکت رو لوله کرده بود و در نمیدونم سطل زباله انداخته بود، اون مأمور اجرای قانون بود. خنده داره واقعا، خیلی مضحکه. یاغیان واقعی امروز یاغی حقیقی علی خامنه ایست. اون دو مستبد گذشتم یاغیان مملکت بودن، یاغی بر مردم بودن، یاغی بر قانون بودن، حقوق سیاسی مردم رو گرفته بودن به خودشون داده بودن. خب این یاغیگری یعنی این، یاغی نیست که بوزی به دوزی بزنه به کوشان درون تو رو بکشه، اونم یاغیه، ولی خیلی 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 یاغی حقیقیه بیچاره. یه خری دوزیده نمیدونم بوزی دوزیده به کوه. یاغی اون کسی است که قوانین مملکت رو زیر پا گذاشته،
و دخل و تصرف کرده در بودجه ملت، یعنی حق ملت رو خورده و به نحوی که خواسته اسراف و تبذیر کرده، مثل همین آقای علی خامنه‌ای دارالاسی آخوندها امروز که فاسدترین دزدا و یاغیا اینا هستن. قدیم هم همینجور بوده، اینا یاغیان بودن، نشسته بودن اونجا. چون یاغی کسی است که قانون رو کنار میزنه و حرف خودش رو معیار قانون میکنه، این تعریف یاغیگری است. بنابراین اون چه ما در باب آزادی خدمت شما گفتیم که راه چاره ما آزادی است، این آزادی جز در سایه قانون هیچ گونه معنی نداره. قانون بر مملکت حاکم میشه و همه زیر سایه قانون هستن و حقوق افراد متساوی است و افراد اون مملکت، که حالا سخن ما در باب ایران هست، با حقوق متساوی و در واقع فرصت‌های متساوی از مادر باعث متولد بشن، یعنی اون بچه که در سراوان به دنیا میاد، در ورجوی و نمیدونم مراقب و بناب به دنیا میاد، تا اون بچه‌ای که در نمیدونم خیابان‌های بالای شهر تهران به دنیا میاد، بایستی فرصت‌های متساوی از تعلیم و تربیت و مشاغل در اختیار همه باشه زیر سایه قانون، و هیچ کس بالای قانون نباشد و ملت خودش بر خودش حاکم باشه از طریق نمایندگان، از طریق انتخابات و رأی ملت در واقع در مجلس مقدس شورای ملی در اونجا جلوه میکنه برای قانون گذاری. اینا فکر نمی کنم در شک و تردیدی باشه که ما با تمنینه و تردید و حالا شاید بی قانونی هم خوب باشه، حالا شاید دیکتاتور خوب هم باشه، همچین چیزی مؤثر نیست. این دیکتاتورها یکی پس از دیگری خودشون بیچاره کردن، مردم وارن بیچاره کردن. اول خودشون بیچاره شدن، گرفتار بیقانونی و افزون طلبی و حرص و ولع قدرت و ثروت شدن و نتیجه‌اش هم همین شد که ملاحظه فرمودید. دیگه دروغ که نیست که دیگه بابا، این دیگه از آزمایش‌های شیمی و فیزیک هم دیگه واضح‌تره که چه شد در مملکت. از محمد علی میرزا که مردم رو به توپ بست سرنوشتش دیدیم، تا حالا سرنوشت آخوندا مانده است ببینیم. حالا ما شاید ما ببینیم، شاید ما نبینیم، ما یعنی اون برکت سنی خودم رو عرض میکنم، اما سرنوشت اینا بهتر از اون دیگران نخواهد بود. بنابراین در موضوع آزادی و قانونمندی و مالکیت مردم به این سرزمین، این دیگه تردید نداره که ما با تردید صحبت کنیم، با شک صحبت کنیم. شک پوپری دیگه اینجا معنی نمیده، به جهت اینکه در کارگاه تاریخ و در آزمایشگاه تاریخ بعد از هزارم سال حکومت و استبدادی آدم ها بیدار شدن و دریافتن که حق مال حاکم نیست. بر ما بیچارگان چنان حالی شده است که هر دولتی به قدرت میرسه حق آدم کشی داره و حق دزدی داره. خب دولت دیگه آقا نگاه کنید بابا به اون سرزمین هایی که قانونی هست، همین اسرائیل یک وجبی که اینها در واقع اگر این یک قدرتی داره از همون دموکراسی است، اون رئیس جمهورشون آوردن به جرم سوء استفاده، نمیدونم یه خانمی در آفیسش کار میکرده، در زندانه آقا، در زندانه. حاکمیت بایستی منتخب مردم و خدمتگزار مردم و در واقع به زبان قدیم بگم، زمینه که واژه رو دوست ندارم، نوکر مردمه، نه اینکه مردم نوکر حکومت. مگه میسر چنین چیزی؟ و دولت ها بایستی منتخب مردم باشن. الان شما نگاه کنید همه این جنایتکاران که در ایران هستن، از آقای علی خامنه‌ای بگیر و این رفسنجانی دار دسته، اینا منتخب هیچ کس نیستن، یا منتخب خودشان هستن، منتخب حق بازی ها و دروغ های خودشان هست. ما در این چه شکی میتوانیم داشته باشیم که حالا با اندکی تردید هم صحبت بکنیم؟ مایه گرفتاری و عقب افتادگی این مردم استبداد هست و چاره رهاییش هم آزادی هست. حاکمیت مردم بر این سرزمین خیلی خیلی دلیل عقلش خیلی واضحه. آقا این مملکت متعلق به این مردمه،
مدیریت این سرزمین که اسمش حاکمیت هست متعلق به مردمه. من نمی‌دونم کجاش مشکله. و کسانی هم که روبروی مردم ایستادن مخذول از این مملکت بیرون رفتن، و اون کسانی که کنار مردم ایستادن برای همیشه مردم اونها رو محترم می‌دارن. شما نگاه کنید از همین تاریخ اعراب که به ایران آمدن، از ابن مقفع تا بابک خرمدین و یعقوب لیث بگیرید تا میرزا طارق‌خان امیرکبیر و غیره، اونا که برای شرافت این مردم ایستادن، برای حیثیت تاریخی و فرهنگیش ایستادن در عصر جدید، اونهایی که در کنار مردم و برای حقوق مردم ایستادن، همواره مردم قدر اونها رو میدارن. یه اشتباه عمده‌ای که بعضی دوستان ما دارن، اینها اونقدر خود رو کوچیک و حقیر تصور میکنن که یکی دوتا تونل و نمیدونن یکی دوتا ساختمون و اینها برای اینا مهم شده. واقعا آقا تونل که مهم نیست که، پدر جون که چی میگه هی تونل کندیم دم چی فلان. این آزادی مردمه که مهمه، این آزادی بیان هست که مهمه، این فضای آزاد هست که مهم هست، نه تونل. خب تونل که همه میان میکنن که بابا جان که کچل بودن نم چی بودن نم، مسخره کردن خودشون به بعض آدم طرفداران استبداد. در این طرفداری از استبداد در بدنش یک دشمنی با ملت هست که اون آدم رو اذیت میکنه، نه صرف طرفداری از استبداد. یه خصومتی با مردم این طرفداران استبداد دارن، استبداد قدیم و جدید، چون شما یا بایستید در جبهه مردم باشین یا در جبهه زور. مردم ایران نشان دادن زور نمیخواد، مردم ایران مقهور زور هستن امروز، ولی نه اینکه زور بخواهن. در بطن دشمنی با روشنفکری و در بطن دشمنی با این حرکات ملی و ملیون و دوستداران ایران و مردم ایران، دشمنی با مردم به مشام میرسه. اینجاش خیلی زشته بابا. یک مش کلیشه هم عرض کنم به زبان این استبدادیون افتاده، کلیشه های بیمعنی کلیگویی مقالطه هم. آقا روشن فکر ها چنین، کدوم روشن فکر؟ بیار ببینیم آخه یکی یکی بررسی ببینیم کجا، کدوم روشن فکر؟ کی ما روشن فکر داشتیم پدر جان؟ آدم باسواد داشتیم؟ مگر اجازه روشن فکری بود و هست که ما روشن فکر هم داشته باشیم؟ مثل که یه بیابان برهوتی رو بگیریم بگیم آقا این هندوانه های درشت بود که باعث شد که نمیدونم کفتارها بیان اینجا، نمیدونم چی خرگوش ها جمع بشن. آقا بیابان برهوت که هندوانه درش عمل نمیاد که پدر جان، که روشن فکر ها چه میگن هی به آسمان ریسمان برای نفع مردم، آقا این کار به جای نمیرسه. خب پس در این اموری که خدمت شما عرض کردم شکی و شبهه ای ما نداریم. حالا برمیگردیم سر یه آقای جامعه شناس که این به مردم چگونه نگاه میکنه. این محترم رو همه تون میشناسیم، از شبت که آقای حسن نراقی. این آقای حسن نراقی در روزگار قدیم شاغل بوده، امروز هم با آخونداست. دیدم دفاعی از آخوندا میکنه، در یک مصاحبهش دیدم که میگفت که با همون صدای مخصوص به خودش میگفت که کجا در کشور اسلامی رد میشه کرد تو زندان ها. این آقا، همین آقا در حالی که ما شاهدان عینی داریم، ده ها تن که اینا عرض کنم از اینجور جنایات در زندان جمهوری اسلامی انجام میدن. یک کتاب نوشته، چرا درمونده ایم جامعه شناسی خودمانی جناب آقای حسن نراقی. از اول تا آخرش مغلطه است. این آقا هم از فرط بیچارگی و ضعف شخصیت به عوض اینکه راهی برای آزادی باز کنه و دریابد که گرفتاری ملت ایران و کل منطقه از عربستان بگیرید تا همه این کشورهای استبدادی استبداد هست، چسبیده تو سر مردم میزن. میخونم من خدمتتون، مغلطه‌هاش هم خدمتتون میگم. خب
قهرمان پروری و استبداد زدگی. حالا یه مش مقالطه هم اینجا هست که البته با حقایق تاریخی کاری نداره. میگوید که وقتی گالیله را برای استغفار کلیسا پسند به محاکمه میبردند، تمامی پیروان و شاگردانش با دلهور استراب در پشت دربهای بسته مدتها به انتظار صف کشید. اصلا چنین چیزی نبود. آقا کجا شاگردانش صف کشیده بودن؟ ایشون خواستن در کلیسا و خواستن که معذرت خواهند، کسی صف نکشیده بود. ما ندیدیم در تاریخ بودن که یه عده صف کشیده بودن، اصلا اجازه صف کشیدن کسی نداشت. صف کشیده بودن که استادشون و بزرگشان رهبر فکریشان علی‌رغم فشارهای طاقت فرسای ارشادی داخل دادگاه سربلند و سرافراز با گامهای استوار پا بیرون نهد و بگوید زمین هنوز میچرخد. اما دریغ که استاد سرافکنده و پژمرده، رنجور از فشارهای تحمل کرده، سر به زیر از ابراز اونچه که خود هرگز ایمان نداشت، آرام و آهسته به قرائت استغفارنامه برای همه اونچه که برخلاف عقیده کلیسا تا اون رو گفته بود پرداخت. اونچه برای پیروانش مانده بود یأس بود و سرشکستگی. از شاگردان یکی فریاد زد بیچاره ملتی قهرمانش را از دست بدهد. و در اینجا برشت از قول گالیله چه زیبا میگوید، بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشد. حالا این بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشد هم یک کلیشه بی‌معنی خنکیست. میتونن طرفداران استبداد این لایش کرد. آقا جایی که گرفتاری هست، بند و زندان هست و نیاز به تلاش برای آزادی هست، اون کسی که بیشتر تلاش میکنه اون قهرمانه و همه ملت ها به قهرمان احتیاج دارن. پخش بکنم برمیگردیم و بقیه داستان این داستان قهرمانسازی و نظر آقای محسن نراقی یه قطعی هم از مرحوم سیرجانی آورده که درست عکس سخن این آقای رو تایید میکنه به عنوان دلیل. عزیزم من احسان نراقی رو میشناسم. وظیفه من این هست که این کتاب رو اونچه پشتش هست برای شما بخونم. نوشته از حسن نراقی. من آقای احسان نراقی رو میشناسم. با اون ریشش و اون زندگیش و داستانش در زندان برای من تعریف کردن. کتاباشو خوندم. ماموریت‌ها داشت از سوی دولت. اینجا نوشته از حسن نراقی، ما هم خوندیم حسن نراقی، اما همون احسان نراقی باعث باشه. اما از روی کتاب من میخونم خدمتتون. آها حسن نراقی. حالا احسان نراقی است، بسیار خوب، مطلب مهمه، باید کار همون آقا باشه، ولی بنده نمیتونم حسن رو احسان بخونم. خب بله. خب بعد اینجا میگوید که بیچاره ملتی که به قهرمان نیاز داشته باشه. حالا پیش از این که من این مطلب رو ادامه بدم، عرض میشود که در باب ارتش متاسفانه این دیکتاتورها به محض اینکه چماق قدرت رو به دست گرفتن، اولین چیزی که لازم دارن ارتش. ارتش در اختیار من، یه لباسی هم درست میکنن و یه مش نشون و ارتش میشه نوکر این آقا. دوم چیزی که لازم دارم این نیروی امنیتی و عرض کنم که این خفیه نویسان و این از خبرکشان برای مخواد جامعه رو کنترل کنه. خب بعد ارتش با اون طول و عرضش و این مخارجی که به پیرزنهای مملکت تحمیل میکنه و به بیچارگان اینا میشه نوکر این آقا. یک قطعه میخوندم دیشب در اون موضوع نمیدونم ماجرای قبل از کودتا و اینها، موضوع قوام و بعد قبول نخست وزیری مجدد دکتر مصدق، و میگوید رفتم پیش شاه گفتم من فرمان ارتش رو من میخوام، چون قبول نمی کرد و اینا. بعد دو کلمه حرف زده این مرد، میگن من میخواستم که راه توطئه علیه ملت رو ببندم، دو یک تعلیم مردمی و ملی به این ارتش بدن که این ارتش متعلق به این مردم باشه و بداند که پاسداری مردم وظیفه ارتشه، نه پاسداری یک نفر. این ارتش مصر رو نگاه کنین، ایستاده، خوب یا بد ایستاده، ارتش ایستاده، نوکره نمیدونم حسنی نبوده. این ارتش ما قربونش برم. البته فراموش نکنیم که افسران ایران شریفترین آدم ها بودن، چون تجربه دست اول داشتن. با چه قناعتی و با چه بزرگواری و با چه نجات توی پادگان ها، توی شهرها، در هر نیرویی که بودن زندگی میکردن. اما فرماندهان اون گروه بالا که دستورات صادر می‌کردن و اینها شدن نوکر یه نفر. دو بار به این ارتش احتیاج افتاد آقا.
یکی در موضوع سه تا نمیدونم واحد هندی از عراق و نمیدونم خلیج فارس فرار کردن، سپهبدهای اونچنانی بعضیا میگن با لباس زنانه، حالا من لباس زنانش نخوندم ولی میدونم که حتی مرغ و خروساشون بار کامیون کردن و فرار کردن، ولی شجاعتشون این بود که گلنگدن برنواره در گذاشتن تو جیبشون موقع فرار تفنگا رو انداختن آقا به دست دشمن نیفته، اینقدر دلیر بودن. آدمایی که تعلیم و تربیت قزاقی داشتن و گردن کلفت نمیدونم در لورکشی و در کردکشی و اینها زمین و زمان به هم میدوختن سینه سپر میکردن اونجا الفرار، آقا یک ساعت جنگ میکردی بابا 15 دقیقه. از میان این همه یه بیچاره ما داریم عرض میکنن که بایندور، این بایندور بدبخت اونجا چیز میکرد اومدید شلوغه مثل که غیر عادیه، دیدیمش قریباً یه تفنگی از دست یکی از این سربازا گرفت یه تیری شلیک کرد و این رو معروف‌ترین ژنرال نیروی دریایی ایران نوشته، کتابش دارم ها، یه تیر هوایی شلیک کرد و شروع کرد تو این حفارای همون خوزستان فرار کردن، یه هندی از پشت تیر انداخت کشت، بیچاره رو جز شهدای چیز شد. یکی هم زمان انقلاب بود، آقا این چه ارتشی بود که بخار شد، آقا 15 رو سب میکنی ارتش ببین آقا داستان چی میشه، آخونده میخوان مردم بخورن، میخوان چاپ بچاپن به مردم بدن، 10 روز 12 روز هیچی. چرا؟ چون ارباب در رفته بود، اینا هم که عرض کنم که نوکر مردم که نبودن که، این ژنرال های نمیار از کوپال در رفته، اینا نوکر یه نفر دیگه بودن که در رفته بود. ارتش نیروی دفاعی مملکت نوکر یه نفر، این هم ارتشمون بوده، این همه خوردن و ادعا کردن و تو سر مردم زده. خب هر شود که گویا یک نشستی هست از جمهوری خواهان در دالاس تگزاس از اروپا و جاهای آمریکا، هفته آینده نشستی اینجا هست، من شنیدم و فکر کردم که شما هم وطن اطلاع داشته باشید، هم وطن گرامی ساکن دالاس. من صحبت میکنم با آقای بدیعی که بسیار فعال هستن و فعال بودن همه عمر، ببینیم که این چه خبر است در دالاس تگزاس در هفته آینده. بله آقای بدیعی، درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری عزیز و درود بر همه بینندگان و همزبانان گرامی که برنامه شما رو، برنامه بسیار مفید و موثر شما رو میبینم. درود بر شما آقای بدی، مطلبی گفتین بعد از ظهر که یک نشستی هست از دوستان جمهوری خواه، خیلی نامهای خیلی خوبی رو بردین روی تلفن، گویا دوستان از اروپا هم میان، یک توضیح لطف بفرمایید در باب این نشست، انگیزه این نشست چه کسانی هستن، مقصود چیست، بفرمایید هموطنان بدون. با سپاس از اینکه این فرصت رو دادید که به هر حال از طریق برنامه خوب شما ما این رو به اطلاع هموطنان برسونیم، خصوصا هموطنانمون در ایران. بله. که بدونند صرف نظر از همه این فشارهایی که از خارج میاد، این نغمه های شومی که در رابطه با حمله به ایران گفته میشه، هموطنانشون در خارج از کشور به واقع دلشون میتپه برای اونها. بله. و تنها وسیله‌ای رو که میتونن این دینشون رو به وطنشون و هموطنانشون ادا کنن اینه که دست به دست هم بدن و با حمایت از جنبش داخل کشور بتونن و با دست به دست به هم دادن این معضل 100 ساله ما رو، یعنی همون حاکمیت مردم، این که در قسمت اول صحبتتون بیان کردید. بله. دردی رو که جامعه ما داره، درد استبداده و هیچ درمانی نداره جز حاکمیت مردم. بله. استقرار دموکراسی و راهی هم نداره که ما دست به دست هم بدیم و به خودمون بیایم. بیگانه برای ما هیچگاه نه آزادی خواهد آورد، نه امنیت و نه استقلال. درود بر واقع استقلال کشور، اقتصاد کشور، جامعه گسترده و گونه گونه کشور
میتونه چند پاره بشه به خاطر حاکمیت استبداد. بله. بنابراین راهی ما نداریم جز این. اقدامی که داره صورت میگیره این اقدام این هست که کسانی که طرفدار سازمان ها، افراد، شخصیت هایی که طرفدار جمهوری هستند، جمهوری بی کم و کاست. بله. جمهوری که هر جای دیگه هست بدون هیچ پسوند و پیشوندی، در واقع اینها دست به دست هم بدن خصوصا در خارج از کشور و با این هدف که آزادی و استقلال کشور رو حفظ کنن. بله. و آزادی رو به کشور در کشور مستقر کنن برون و درون کشور. در اینجا بعد از مدت‌های زیادی که اقدامات زیادی شده، گروهی که در اینجا دستن در کار هستند، انجمن همبستگی با مبارزات مردم ایران در دالاس است، با کمک در واقع اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران که یک تشکیلات سراسری است در آمریکا و کانادا عمدتاً و بخشاً در اروپا، از نمایندگان سازمان‌های دموکراتیک از جمله نمایندگان جمهوری‌خواهان، اتحاد جمهوری‌خواهان، جمهوری‌خواهان لایق، جبهه ملی، عرض کنم که دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه، این عزیزان کسانی هستند که به تازگی از ایران خارج شدند و در واقع با جنبش دانشجویی کشور ارتباط تنگاتنگ دارند. نماینده‌های اینا را در یک پنل دعوت کرده، یعنی پنلی که در این پنل 8 نفر شرکت دارن از دوستان عزیز ما نمایندگان مختلف، حالا اون اسمی که من حافظم یاری میده. بله. شما عرض میکنم آقای مهداد درویشپور از بخشی از جمهوری خواهان شرکت خواهند کرد، آقای مهدی فتاپور از طرف اتحاد جمهوری خواهان، آقای مهدی ذوالفقاری از سکولارای سبز، عرض کنم که آقای حمید کوسری از خود اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی و آقای کهالی خواهند بود، امیر حسین اعتمادی خواهد بود از دانش آموزان و دانش آموختگان لیبرال و گروه دیگه از دوستان عزیز، آقای امینی هستند، آقای شوکت هستند و گروه بیشتری از عزیزان که من میخوام خدمتتون عرض کنم برای اولین بار یه چیزی مثل 80 نفر در مجموعا به طور مجازی و حقیقی در دالاس حضور خواهند داشت و به در واقع بررسی خواهند کرد که چگونه میتوان به یک اتحادی برای آزادی ایران، برای استقرار دموکراسی دست پیدا کرد. ما که از سانسور و ما از که فشارهای پلیسی به دور هستیم، باید بتونیم کنار هم بنشینیم، دست به دست هم بدیم و با اتحاد سر کمینه در واقع کف خواسته ها که آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمون ایران هست، بتونیم به یک وحدتی دست پیدا بکنیم تا مردم دلاور و مبارز کشورمون بتونن این امید رو از خارج ببینن که ما به فکرشون هستیم و برون و درون کشور نداره. واقعیت اینه که همه ما دست به دست هم باید بدیم و حاکمیت مردم رو در واقع نهادینه کنیم در کشور. عرض کنم که این پنل و این کنفرانس دو روزه خواهد بود. قسمت پنلش سعی میشه که پخش سراسری بشه روز یک شنبه همین هفته، البته نه این هفته، منظورم هفته که در پیش داریم، اول جولای ساعت 4:30 بعد از ظهر خواهد بود. ترتیبی داده شده که از طریق سایر وسایل و رسانه ها این پخش بشه و امیدوارم که بتونیم از بعضی از این عزیزان دعوت کنیم در برنامه شما باشن و شما به عنوان چالشگر، واقعا چالشگر آزادی و آزادی خواهی و حاکمیت مردم، بتونید از این عزیزانی که در حقیقت برای این مسئله کوشش میکنن محله. کمک کنیم به هم برسیم. محلش کجا هست آقای بدی؟ سافورک هتل پلینو هست، در واقع در سایتی که سایت ایران ما درج شده تمام این اطلاعات. بله. و عرض کنم که خیابان 75 هست و قسمت شرقی
این خیابون. دوستان آشنایی دارن در بله بله. برنامه های فرهنگی دیگه برقرار میشه. بسیار بسیار سپاسگزارم. شما اگر مطلبی دیگری داری بفرمایید آقای بدی. من از شما سپاسگزارم که این فرصت در اختیار گذاشتید. امیدوارم که بعد از این برنامه حتما بخشی از این دوستان رو، خصوصا دوستانی است که در واقع دوستان جوانی هستن که با ایران در واقع از جنبش دانشجویی و جنبش‌های زنان هست در ایران، و بتونیم اینا رو تو برنامه شما دعوت بکنیم و بسیار خوب نظرشون رو به اطلاع هموطنانمون برسونیم تا به هر حال در یک نقطه به یک وفاق ملی برسیم. آقای بله بله خیلی ممنونم آقای بدی گرامی. بعد مجدد ما هم صحبت میکنیم. تشکر میکنم و اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. درود بر شما. بسیار سپاسگزارم آقای بدی، دوست قدیم که چند مصاحبه هم با هم داشتیم در این برنامه سرزمین جاوید. اعلام کردن که چنین جلسه خواهد بود در دالاس تگزاس. خب حالا اینجا ببینیم که این آقایی که احسان نراقی که به عنوان حسن نراقی اینجا کتاب چاپ شده چه میگوید. حالا اگر این آقا خودش گفته بنویسید حسن، ببینید چه آدم بزدلی است که چهار تا کلمه به نفع استبدادم که می‌خواد بنویسه اونم ترسیده. و ما میبینیم که چه غیر زیبا سراسر تاریخمان مملو است از قهرمان بازی و قهرمان پرور. آقا مرد حساب، یه تاریخ دراز مدت این سرزمین داره رجال بزرگ آمدن به میدان، البته نامشون برده میشه. تو چه جامعه شناسی که به جای اون که تحلیل علمی بکنی از وضعیت استبداد و دردی پیدا بکنی برای جامعه، نشستی تو سر مردم میزن. خب و عجیب است، به محض این که قهرمانی را پرورش دادیم و وی را روی سکو گذاشتیم، ستایشش کردیم و در بعضی از مقاطع خجالت آور است ولی واقعیتی است پرستشش کردیم، چه میکنیم؟ و حتی در سطح خدایش قرار دادیم و چه فرمانی از اون چه فرمان شاه برایش سرودیم. خیلی زود به دلیل این که به حق نمیتواند تمام خواسته های من را برآورده کند شروع به ملامتش میکنیم، غافل از این که این ما بودیم که از او یک بت ساختیم. اینا همش مغالطه است، به لحاظ علمی و تاریخی یک شاهی ارزش نداره حرف این آقا. قهرمان بیچاره خودش هم چنین ادعایی نداشت، خودمان بالایش بردیم و خودمان هم زمینش میزنیم. خب اون هم در مشمعز بکنه این حالات ممکن. حالا بزرگی همه این رفتارها را ناشی از شرایط جوی و اقلیمی کشور بزرگی همه این رفتارها را ناشی از شرایط جوی و اقلیمی کشور میدانست. تشنگی مفرط زمین، بی آبی، بی بارانی، قلدری میراب قلدر را میطلبد برای آب دادن محصولی که پدر صاحب کار را در آورد. اینا دیگه صحبت‌های مهمل هست. خب وقتی قهرمان پروری نهایت هدفت شد، به صورت طبیعی در طیفی قرار میگیری که اگر از بالا دستی زور میشنوی، یک جور اون را باید سرپایین دستی خالی کنی. سرپایین دست خالی یعنی چی؟ حالا اگر حتی در یک بخش از جامعه حرفت در رو ندارد، رئیس نیستی، چاره ای نیست، این زورشنوی را یک جور باید برد بالای سر زن و بچه و اونجا اون را تخلیه کرد و بعد میبینی خیلی آهسته و آرام با زور زیستن برای شده یک عادت. اینا همه این مهملات این آقا بافته بلر جان، اینها در یک محیط قانونی هیچ کدوم از اینا نیست. این آقا داره در واقع میگوید که ما ملتی هستیم نقص فکری و فرهنگی داریم، کاستی فرهنگی تقصیر ماست. بنده به شما عرض میکنم که در این مملکت آمریکا برده فروشی بود، جنگ کردن 500 هزار نفر کشتن که گفتن آقا این برده فروشی کار درست نیست، اما توهین به سیاهان وجود داشت، سگرگیشن به قول خودشون، یعنی اتوبوس سیاه اتوبوس سفید، رستوران سیاه رستوران، این بود. قانون شد که آقا این موضوع مسخره باید از میون بره. حرف چهار کلامی به کار می بردن به معنی سیاه کثیف، هر که امروز حرف رو بزنه زندانی داره. این قانون هست که رفتارها رو تغییر میده. میزنی تو سر زن بچه، مگه شما میتونی بزنی تو سر زن بچه و این یک صدای فرهنگ در بیاد؟ به معنی اولی تو سری که بزنی زدی، پلیس میاد آقا رو میده زندان، دیگه نمیزنه. پس برمیگردیم به موضوع چی؟ به موضوع قانون. به موضوع قانون. این آقا با اون ریش سفیدش
خب حالا بعد ها اینجا یه عبارت بود، اون را باید سر پایین دستی خالی کنی. خب منظورش این بود. خب بعد میگن تو سر آدم میزنن، آدم فکر میکنه حقشه و اینها. خب حالا یه تکیه از سعیدی سیرجانی آورده خیلی جالبه. خب از سعیدی اینجا چیز کرده، از سعیدی میگوید که میگه خدا رحمت کند مرحوم سعیدی سیرجانی را، در توتیان هندش اشاره‌ای ظریف به استعداد محیط استفزاز زده در پرورش دوباره و دوباره مستبدها داره و در مقایسه دو جامعه هند و پاکستان می نویسد. یعنی مرحوم سعیدی سیرجانی که این آخوندها رو کشتن و چگونه عرض کنم با یک شرارت خاصی او رو کشتن، این مرد بزرگ رو، این مطلب رو نوشته. و بار دیگر این سوال برایم پیش آمد. این خیلی خیلی مطلب جالبه، چون ما یه مملکت داشتیم هندوستان، خب همون مردم آمدن یه بخشی رو جدا کردن زندگی میکنن، یکیش افتاد عقب افتاده ترین و بدبخت ترین آدمای دنیا شدن و پاکستان کثیف ترین جای دنیاست، یکیش هم هندوستان سربلنده. برای سعیدی این مطلب جالب بوده. ببینید چه نوشته. و بار دیگر این سوال برام پیش آمد که این تفاوت عظیم حکومت‌های هند و پاکستان معلول چه عواملی است. حالا این همه بواحث داره زیر سایه قهرمان پروری میگه ها و دلیل وارونه آورده، گوش کنید. مگر نه این است که هر دو کشور پرورده استعمار دو قرنی انگلستانند و در یک لحظه تاریخی به استقلال رسیدند و شرایط اقتصادیشون تفاوت چندانی با هم ندارند و ریشه‌های سنتی و نژادیشان هم. پس چرا کشور هند با آزادی‌های بی‌بندوبارش، اینجا سعیدی هم مطلب رو نفهمیده، البته در دموکراسی آزادی هست، ما بهش می‌گیم بی‌بندوبار، سعیدی هم اینجا اشتباه رفته. میگوید که و هند با این آزادی‌های بی‌بندوبارش، هیچ آزادی بی‌بندوبار نیست، آدم‌ها باید آزاد باشن، هر عملی که می‌خواهند تا اونجایی که قانون رو زیر پا نذارن انجام بدن، تا اونجایی که به شرافت جامعه صدمه نزنن و به آزادی دیگران، یه اسمش بی‌بندوباری نیست، آزادی یعنی هم. میگه آزادی بی‌بندوبارش نه سر تعظیم در برابر دلارهای مردم فریب آمریکا فرود می‌آورد و نه زمینه مساعدی تسلیم بزرگشانان کمونیسم روسی می‌کند، یعنی هندوستان، در حالی که پاکستان مدعی حکومت مستقل اسلامی در آغوش آمریکا افتاده است. چرا کفار هند، این جماعتی که 1001 معبود دارند از گاو گرفته تا استوانه ناموزون لینگا، در این چند دهه حتی یک روز تحمل استبداد نکردند و پاکستان یک تا پرست و موحد که به حکم صریح دیانتش پرستش آدمیان در اون کفر محض است، یک روز در اون حکومت قانون استقرار نیافت؟ اتفاقا همین دلیلش همین بوده، همین توحید خودش مایه استبداد، همین توحید. من امیدوارم آقای سعیدی، مرحوم سعیدی بزرگوار، اینو فهمیده، شاید عرض کنم به طنز گفته، ولی حقیقتا هم این است که جوامع چند خدایی مثل همون اعراب پیش از اسلام، اینا تحمل مذهبیشون بسیار بالا بوده، تساهلشون در واقع در باب ادیان دیگر بسیار بسیار بالا بوده، در همون جامعه عربی که جاهلی که میگه، اینها بت‌های مختلف داشتن، همدیگر هم تحمل میکن. در همون عربستان بارها عرض کردم خدمتتون، محض روشن شدن مطلب، چون از بس دروغ به ما گفتن، این دروغ ها نهادینه شد در ذهن ما که جاهلی بود. آقا جاهلی نبوده، اسلام جاهلی بوده. جاهلی آن است که شما بیایی معابد مردم رو همه خراب بکنی، یک الله موهوم رو سر همه چماق بکنی، هر کس هم با حرفات مخالف باشه سرش رو ببری، این جاهلیه یا اون؟ شما بفرمایید کدومش جاهلیه؟ بنابراین جوامع چند خدایی در واقع یک ذهنیت تساهل و تحمل رو اشاعه میده، ولی این یکتا پرستی که غیر از الله گفتی گردنتو میزنم کافری، این زمینه استبداد و دیکتاتوریه. دلیل بدبختی پاکستان هم این هست که حکومت دینی درست کرده، جمهوری اسلامی پاکستان. حالا چرا این کار کرده؟ اسمش هم گذاشته پاکستان، یعنی این هندی ها نجسن، ما پاکی، این نجستر از پاکستان من جا سراغ ندارم. ساعت 3 صبح مسلمونه بلند میشه، مخصوصا به خاطر که هندوها رو اذیت کنه،
از این بلندگوهای زنگ زده که وقتی درش صحبت میکنی نه تنها صدای اون شخص، صد جور صدای پارازیت هم میاد، قارقار میکنه، هندوها رو بیدار میکنه. بیچاره میگن دینشونه، اشکالی نداره. اینا میخوان هندوها رو از بین ببرن، یعنی بر این پای درست شد پاکستان که هندوها نجسن، ما از بینشون ببریم. اینم حکومتش. تازه یک کسی که نخست‌وزیری کردن میگن دزده، دزد رسمی تحت تعقیب قانون بودن نخست‌وزیری کرده. ببین چه خبره در پاکستان اسلامی. خب این یک کیس، یک پرونده قابل مطالعه است. آقا اینا همه مردمن، مردم هنده. حالا اومدن زبان فارسی رو خراب کردن، اسمش گذاشتن اردو، ما اردو حرف میزنیم. دیگه چیز دیگه ندارن که هندی ان بابا جان. اینا هندی ان مسلمون. دلیل عقب افتادگیشون هم همین مسلمونیشون. شما دلیل دیگه داریم بفرمایید تا بنده اینجا حرفم پس بگیرم. هند کشوری است دموکراتیک، بزرگترین دموکراسی روی زمین. به قول بعض کارشناسان میگن تا 2050 هند قوی ترین کشور و ثروتمندترین کشور جهان خواهد بود، نه چین، هند، به خاطر دموکراسیش. پاکستان کشور اسلامی، صبح تا شب قرآن میخوانن، اینم بدبخت. طالبان تولید میکنه، خیلی خیلی که درختش میره داد طالبان تو داد، که زنها رو سر ببرن شکم پاره کنن، همون کارا که میدونی. تلویزیون دار میزدن از بس اسلام به دهن اینا شیرین افتاده، تکیه کردن بر اسلام. حالا اسلام خود چی بوده در روز اول، چه بوده که حالا چه باشه؟ اسلام در واقع اسلام حکومتی رو عرض میکنن و اسلام عقیدتی هر دوش. آقا یه چیز عقب مونده است پدر جان، هر که به این دین آویخت عقب موند، هر که خواست که از این دین در امور دنیوی رو استفاده بکنه و فقهش رو به کار ببنده، عاقبتش جنایت و عقب افتادگی. سعدی تعجب کرده میگه چگونه است که این پاکستان موحد اینجوری به بدبختی یک روز هم دموکراسی آزادی نداشته. خیلی خوب، و چنین ادامه میده. حالا دلیل سعیدی، در 1947 شبه قاره هند به استقلال رسید. محمد علی جناح و همفکرانش چون حزب کنگره را تحت تأثیر بوداییسم دیدن، من فکر میکنم که این بوداییسم اینجا غلطه، باید هندویسم باشه، چون بوداییسم در هند نفوذی نداره. گرچه بودا هندی بوده اما نتوانست در واقع هندویسم رو عقب به نشانه کشید به طرف تبت و چین و ژاپن اون طرف ها. بودایست دیدن به فکر ایجاد یک کشور مسلمان نشین به نام پاکستان افتادن که در آن هنوز اعلام استقلال کامل نشده. جناح تبدیل به قائد اعظم شد تا پس از مرگش لیاقت علی خان و جنرال پشت جنرال سرنوشت پاکستان را در دست بگیرند. اسکندر میرزا، ایوب خان و یحیی خان به دور از استثناهای کوچک این اواخر باز هم جنرال ضیاءالحق و همینطور قضیه ادامه دارد. اما جنرال های هندی همه خود را کنار کشیدند تا مشتی فیلسوف پیروپاتال، گوش کنید، آدم استبداد زده همواره دموکراسی رو ضعیف میبینه، رهبر جوامع دموکرات رو ضعیف میبینه، پیروپاتال میبینه، در حالی که قهرمانان واقعی همین پیروپاتالا مثل گاندی بودند و نهرو. اینا مطلب عوضی فهمیدنی دوستان. این آلمانای فاشیست و ژاپنیای فاشیست میگفتن آقا این آمریکا که جایی نیست، که یک پیروپاتالی نشسته اونجا شلم تازه هست، یک روزم تفنگ به دوش نگرفته، جنگ شوالیه ما هستیم، امپراتور داریم. همین پیروپاتال ها بودن که جنگ ها رو بردن، چون مردم پشت سر اینا بودن، اینا منتخب مردم بودن، دموکراسی ها پیروز شدن. فاشیسم با اون قدرتش و نظمش و انضباطش و کارخونه های بزرگش و توپخانه های عظیمش شکست خورد، عظیمش پیروپاتال ها بودن. این پیروپاتال ها منتخب مردمشون بودن، آدم های دانا و دانشمند بودن. شما نام یک جنرال هندی رو نمیدونید، چون جنرال که کارش نیست باید فضولی بکاره مردم کنه، که جنرال کارش دفاع از مردمه. هر روز حکومت نظامی در مملکت ایران در پپسیکولا، در کدوم جنگ گرفته بودی اینا رو تو سر مردم میزدی؟ یه جنرال هندی من نمیشناسم والا، مثلا جنرال هندی تو خیابون نمیبینی هرگز،
جنرال آمریکایی من تا حال تو خیابون ندیدم. اگه شما دیدین جنرال 4 ستاره نشسته داره بستنی میخوره، پول چلی کبابم نمیده. جنرال جاش تو پادگان و وزارت جنگ. آقا تو میره تو این پنتاگون، نمیاد در سینما از بغل بزنه بیاد زاویه 60 درجه دستش رو بکنه و تو، چون جنراله حق به گپ غیره بخوره نمیبینی، در هند هم نمیبینی. میگن واش پیر پاتال، از سعیدی میفهمید این حرف رو زده، مخصوصا زده به طنز گفته پیر پاتال، تا مشتی فیلسوف پیر پاتال، منظورش نهرو و گاندیه، منصب ریاست جمهوری اشغال کنن، اون هم رئیس جمهور تشریفاتی با قدرت اخلاقی از مقوله قدرت معنوی پدر بزرگها. نگاه کنید به لیست اسامی: راجندرا پرساد، رادا کریشنان، زاکر حسین، زیل سینگ، همه مشتی ملای فیلسوف با قیافه های کرباسی و چروکیده، نه تاجی نه ستاره‌ای نه شمشیری و نه نشانی. بس فهم درست فهمیده موضوع های سعیدی سیرجانی. قدرت در مردم، نماینده مردم صاحب قدرت، قدرتش هم محدود و موقت، نه که کسی کودتا کنه به ضرب و زور خارجی خودش رو به ملت تحمیل کنه، هی نشون آویزون بره سر مردم بزنه، فکر میکنه که کار خوبی هم داره میکنه. اها افسوس هم میخوری. عجب روزگار خوشی بود واقعا. چه حس غروری داری. و همینطور رؤسای دولتشان جواهر لال نهرو، لال بهادر شاستری، ایندیرا گاندی، موراجی دسای، راجیو گاندی، اون هم در کشوری با این تنوع مذاهب و زبانهای مختلفش. مفهوم مقایسه این دو کشور این است که به هر حال زمینه پذیرش رهبر دموکرات یا رهبر نظامی در دو کشور مساوی نبوده و احتمالاً معکوس اون نمیتوانسته اتفاق بیفتد. حالا باز هم اگر میخواهید منتظر قهرمان بمانید من حرفی ندارم. در حالی که شما در هند که تشریف ببرید قهرمان گاندی پدر جان، شما برید نگاه کنید مجسمه گاندی همه جا هست. مردم از دل دوست دارن. یک منطقه هست، حالا ببینید احترام مردم به گاندی چگونه است. یک کوهی هست در راجستان، در این صحرای صاف یک کوه هست، بالای کوه دنیای از زیبایی و چشمه های جوشان و دریاچه ها و این هاست، معابد هم اونجا هست. اینجا مرز گجرات و راجستانه. من رفتم اونجا نگاه کردم، دیدم تمام اتومبیل هایی که میان اونجا 90% این در واقع شمارش از گجراته. گجرات خیلی خیلی ایالت ثروتمندیست و همواره ثروتمند بوده، قدرت هم دست خانم هاست در اونجا، ثروت خانواده رئیس خانوما، این اصلا سنت اونجا ریاست خانوما. تعجب کردم، میگم مشروب فروشی هم بسیاره. پرسیدم آقا اینا چرا گجراتی هن؟ همه گجراتی هن. گفت در گجرات به احترام، حالا اینا هندو هن نه که مسلمان، گفت چون زادگاه مهاتما گاندی گجراته، در گجرات کسی مشروب نمیخوره و مشروب نمیفروشه، اینا میان اینجا مانتابو مشروب میخورن، دوست دارن. نه نشانی داشت گاندی، نه زور و بازوی، نه رامی افتاد با اون کلاهای گوشات چیز نظامی و نشان و فلانی حرفا. قهرمان. و این چنین است نهرو، یکی از قهرمانان بزرگ مردم هند نهروست، قهرمان واقعی، نه قهرمان قلابی. قهرمان قلابی خودش زنده است، پول مردم برمیداره سر چاره مجسمه خودش میسازه، مرد حسابی. آقا یکیسی میاد به مردم خدمت میکنه میمیره، وقتی مرد اون مردم به خاطر خدمات او به کشور و به مردم، به خاطر یاد بود او که حالا در میان ما نیست، مجسمه ازش میسازه. یا آقا خودش زنده، هر چاره و مجسمه خودش میذاره. مرد حسابی چی میگه؟ خود که هستی که، کی به تو با پول خرج کنی باید مجسمه بسازی؟ با کی؟ با اجازه کی؟ از کجا آوردی؟ آدم زنده مجسمه خودش میسازه. اینا اصلا رفتارهای خشن و
بیمزه و خنکی بوده که این دیکتاتورهای ما داشتن متاسفانه. حالا خنکتر از همه اینا هستن دیگه. واقعا مردم وادار کردن به گدایی و قدرپرستی، میخوان روحیه فرومایگی و گدایی رو گسترش بدن که روح فرزانه ی آزادی دیگه نباشه. بابا جان سرمایه خود مردم رو میدوزن. اینا دیگه ضرورتی نداره واقعا گفتنش. 40,000 تومان هم میدن، ملت بیچاره ما گره میخورن دم بانکا. وقتی فشار میکشن و پرتاب میشه توی اون نمیدونم روی میز اون آقای رئیس بانک پرتاب میشه رسما که اون 40,000 تومانش رو بگیرید. گسترش روحیه گدایی و نیاز به دولت رو دارن توسعه می برین بخورین اینو، مواظبش باشین ها، این پول امام زمان خرجش نکنین ها. حالا همش پول دیزی نمیشه در ما، چون میدونن اگر روحیه پستی و گدایی رو اینا گسترش دادن خب دیگه گردن فرازی و موضوع آزادی و دلیری و دلاوری دیگه کجا. بعد از این مدت یادش میره دیگه، خودش به گدایی عادت میکنه، بچه‌ش هم به گدایی. گدایی از دولت، گدایی از پول خودش، مثل که مال مردم رو بدزده بذاری جیبش بعد بیاد مرحمت کنی یه شایی بده. امامزاده زیاد میکنن، تحقیر ملت میکنن در واقع اینها، مردم رو حقیر میخوان. همه این فاشیستا و دزدا و گردن کلفتا و نمیدونم استبداد، مردم رو حقیر میخوان. 100 سال در ایران زمین با غیرت داره دشمنی میشه، با غیرت مبارزه شده آقا، با غیرت. بذارین خیلی ساده خدمتتون بگم، با دلاوری و مردانگی مبارزه میشه. یه ما چاپلوس مدخ شده رو اطراف خود میخواد، مردم هم مطیع. چیزی که غرور درش باشه و بزرگی و بزرگواری درش باشه اصلا نمیخوام بشنوم. ما از بچه که بودیم تا زمان بزرگشیم نام ستارخان ما نشنیدیم در این کتاب های درسی که مجسمه غیرت بودیم. من این مردم بی غیرت کردی کار درسته دیگه، لازم نداره چیز دیگه، چاقوکش کمتری لازم داره. بزرگی و بزرگواری نمیخواد که فاشیست گردن کلفت سرکوب گرد که آدم بزرگوار لازم نداره که. ما در همون مقطع قاجار آدمای بزرگوار بسیار داشتیم، آدمای دانشمند روشنفکر، اون چنون ریشه کن کردن که دیگه واسه بگرد یه آدم غیرتمندی پیدا کنی یا تو سطح دولت. اینا بدبختی اصلی من به کت ما بوده دوست عزیز. میخواهم قیاس دردناکی بکنم. باز این آقای نراقی گفته، حسن نراقی، احسان نراقی. میخواهم قیاس دردناکی بکنم. باید بپذیریم که اگر نلسون ماندلای در آفریقای جنوبی گل میکند دلیلش زمینه و بستر موجود همون جامعه به ظاهر عقب مانده است که اجازه پرورش امثال ماندلا را ولو با تحمل 28 سال زندان میدهد. والله بر مبنای عقل سلیم در جامعه قهرمان پرور این زندانبان است که اجر و قرب داره. آقا نه جامعه قهرمان، در جامعه استبدادی فاشیستی چرا میگه قهرمان پرور؟ یعنی چه قهر؟ اصلا قهرمان پرور معنی نمیده. مگه ما میتونیم قهرمان بپرورانیم؟ پس شروع کنیم فردا یه 15 تا قهرمان بپروران. یه آدمی پیدا میشده لیاقت داشته، کاردانی داشته، دلاوری داشته، کار انجام داده، در همه جوامع همینطور هست، بیشتر از دیگران سعی کرده، بیشتر از دیگران کوشیده، نه اینکه به ذاتی کسی قهرمان از مادر، بیشتر از دیگران کوشیده، توجهات جلب، جامعه قدرش رو دانسته. چه نسبتی داره این بحث؟ بحث باطلیه. بحثی که این آقا بیمیران انداخته بحث باطلیه. خب میگوید که والله بر مبنای عقل جامعه قهرمان بر این زندانبان است که عجر قرب دارد و نه زندانی، زندانبان است که زور دارد نه زندانی. بله یادمون نرود تا زور
تا زورشنوی وجود دارد مطمئنن زورگوی هم حالت طبیعی به دنبال اون خواهد آمد. اینا حرفای قدیمی است آقا، تا زورگوی آمد فلان بدر جون. بحث قانون است، بحث تشکل و تحزب هست، بحث در سر در واقع خرد جمعی هست که این هاست که بایستی که بیاد و این عیب ها رو برطرف کنه. اگر عملی بی قانونی است باید با قانون جلوش ایستاد، با نصیحت که نمیشه و جامعه رو آباد کرد که پدر جنته. قانون کوچکترین چیزی در این مملکت قانون داره. عرض کردم شما میخوای یک نردبان بذاری برو پشت بام، کسانی که اصلا بپرسی اون نردبان رو که بر میداری بذاری کودهای قانونی داره، این پلش که پا میذاری یک زاویه هست قانونی. اگه شما نردبان افتادی پله کم کج بود شکایت میکنی، سازنده نردبان رو میکشن به دادگاه، بعد جوری هم میکشن به دادگاه. تا اون میخو چکش و اون بند و بساطی که بالا تشریف ببری اون میخو به کوبه به پان، ده ها کد قانونی ممکنه که شامل این کار بشه. در مملکت ما یه آدم بی کله نشسته اونجا، چون قلدر گردن کلفته چماق دارم دستش خفیه نویسم کنارشان، میشه قانون. وقتی هم میمیره قانونش هم با خودش میره. خب حالا اینجا خودمحوری و برتری جویی ما خوب از مزایای زندگی قهرمان در یک جامعه قهرمان زده صحبت کردیم. این رو هم میدانیم و طبیعی است که از این همه جمعیت همه که نمیتوانن قهرمان باشن، پس چاره کار برای اکثریت قریب اتفاق غیر قهرمان چیست؟ سخنان در واقع لاتائل اینا در واقع سرخوردگی آدمای هست که بعد میپردازن به نفی ملت. در واقع این طرفداران استبداد عرض کردن از خواجه نصیرالدین طوسی بگیرید تا قبلیش، اونی که طوسی مشهور وزیر ملکشاه سلجوقی، خواجه نظام الملک بگیرید تا قبلیش، وقتی که در باب لزوم وجود پادشاهان و قدرت‌های قاهره صحبت میکنن، همش تو سر مردم میزن. اگر پادشاه قاهر نباشد اینا هرجومش طلبن، یاقیان، دوزن، چنین فلان. تا برسیم به عصر جدید میرسیم به اینا. شما با این استبدادیون صحبت کنید، هیچی در دستشون نیست جز اینکه تو سر مردم بزن. بله اینا این مردم ایرانه که میدونید بابا، که ایرانیاره که ما میشناسیم، که اینا تا تو سرشون نزنی کاری انجام میده. آقا این چه سخن مزخرفی است میگی برادر؟ چرا خودت به خودت توهین میکنی؟ چرا بعد حقیر شدی بیچاره؟ تو سرت زدن، قانون مملکتی گرفتن، خون آزادی خواهانت پامال کردن، یه پلی برات ساختن، نمیشین دعا میکنی؟ اینقدر بدبختی؟ یه تونل کندن میشستی؟ این تونل به چه قیمتی تونل کنده شده؟ به قیمت یاغیگری به قانون و عقب انداختن مملکت و از میان بردن متفکرانش و از میان بردن روشنفکرانش و از میان بردن روزنامه هاش و از میان بردن الیت داناش نشستی دلت خوش به تونل کردی؟ شکر خدا رو میکنی؟ آهم میکشی؟ گفت شیخ آورد نیک آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. رجوع میکنیم به مثنوی معنوی تو ببینیم سوراخ دعا چگونه است. خلاصه این آقا از اول تا پایان این کار، ایرانی اهل توهمه، ایرانی نمیدونم مسئولیت ناپذیره، ایرانی فلانه، قانون گریز و میل به تجاوز داره، یک چیزای خنده آوری آورده که آدم خندش میگیره که آقا این چجور دانشمندیه این آقا. توصیه میکنم که
حسادت داره ایرانی، حسد ورزی میکنه ایرانی، عرض کنم که صداقت نداره. خب دیگه چی نداره؟ و نمونه های دیگر از خلقیات ما. بله، تا آخر که نگاه کنیم سخنان لاتائل این مرد، ایرانیان و توهم دائمی توطئه. خب ببینید عزیز من، به شما عرض میکنم دانشمند محترم، چرا توهم به وجود میاد توطئه؟ از بس دولت ها به مردم دروغ میگوین در کشورهای دیکتاتور زده، عرض کردم دیکتاتوری منشأ مفاسد اخلاقیه. مثلا یکیش چاپلوسیه. آقا شما جز از طریق چاپلوسی که نمید کارت پیش نمیده در مقابل دیکتاتور. هزار جور کرنش بایستی بکنید تا بتونی حقتو بگیری. این اشاعه پیدا میکنه تا اون مامور نمیدونم ثبت اسنادی میخواد شناسنامه شما رو بده، باید یه کرنشی بکنید، چون سیستم بدون وجهه. یکیش موضوع توته است. وقتی که دولت شفافیت نداره، مرتب پشت درهای بسته داره علیه ملت توطئه میکنه، بایستی با حدس و گمان رفته رفته در واقع این ذهنیت پیدا میشه که خب حالا چه خبره، این عمل ممکنه که ناشی از اون عمل باشه، بیماری فکری رایج میشه دیگه. در این تاریخ آمریکا یک سیکرت نیست، در این دولت هایی که آمدن و رفتن اینا یه چیزی به نام سیکرت لاینحل وجود نداره، به جهت اینکه جوامع دموکراتیک سیکرت نیست، وجود نداره، برملا میشه هر آینه. این کشورهای استبدادی همه چیز سیکرت. یه رو میبینیم که مثلا در خیابونه شهری تانکا دارن حرکت میکنن. آقا تانک تو خیابون چه میکنه؟ همه به هم نگاه میکنن، هیچ که نمیدونی تصمیم کی گرفته، از کجا آمده. این خاصیت استبداد هست که در سیکرسی عمل میکنه، چون اعمالش غیر قانونی است و در واقع دور از چشم مردمه، مردم رو وادار میکنه به توهم و از میکنن تئوری توته و اینا. پس سر رشته رو که بکشی، همه اون چه ما کاستی های فرهنگی مینامیم با آزادی و گسترش معرفت و نقد و بررسی و آزادی روزنامه همه این اصلاح مشام تو سر مردم که نمیشه وزد که آقا این مردم یه جور مردمی هن که اینجوری هست. آقا این سخن خیلی باطلیست. مردم ایران با اون سابقه فرهنگی بسیار مردم بزرگوار، با انسانیت فوق العاده و رقت حس و قلب فوق العاده هستن، بسیار هم قدر شناس هستن، علی رغم سخن وزیر نظیر استبدادی و بسیار بسیار قدر شناس هستن. یک فرهنگ بزرگ انسانی پشوانه فکری مردمه. چاره همین دردها یک سیستم دموکراتیک آزاد و حاکمیت ملی، حاکمیت قانون، مردم رشد بکنن، همه رشد بکنن، خودشون رو شریک در سرنوشت ملت بدونن و سرنوشت کشور. نه اگه شما حرف سیاست نزنین، اون شخص محترم جامعه جمعی علوم ربانی خودش بابا نمیدونی چیه، نابغه عرض میکنم که ده از لوله کشی در اختیار اوست تا این جتهای جنگی همه رو او بلد. شما برو فکر نکن، برو پیش زن بچه. این طرز تلقی بود، این طرز فکری بود که شایع بود در ایران دیگه. امروز هم حضرت آیت الله خامنه‌ای از مادر که متولد شده گفته یا علی، مزخرفات و مهملات. خب هموطنان گرامی، با اشاره امیر، در واقع اشاره امیر نشانه اتمام وقت ما هم هست، از شما که توجه فرمودید، وقت گرانبهای خودتون رو گذاشتید و حرف ما گوش دادید خیلی سپاسگزارم. همزبانان گرامی هر جا هستن سپاسگزارم از امیر در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.